امروز دقیقا 15 سال یا 5479 روز از ناپدید شدن مدلین مکین 3 ساله میگذره. 13 اردیبهشت ماه سال 1386 بود که خانواده مکین برای تعطیلات به یک مجموعه تفریحی در جنوب پرتغال سفر کردن. وقتی پدر و مادر مدلین برای صرف غذا به رستوران مجموعه میرن، 3 تا بچه خردسالشون رو از جمله مدلین میذارن در آپارتمان بمونن، اما خودشون در فاصله کمتر از 100 متر چند بار حین غذا خوردن به بچه ها سر میزنن. بار آخر که با آپارتمان برمیگردن متوجه میشن دختر 3 سالشون مدلین ناپدید شده. ما هر کاری برای کمک کردن به تحقیقات پلیس انجام میدیم و هر کاری از دستمون بر بیاد برای پیدا کردن دخترمون مادلین میکنیم. مرداد ماه سال 1386 و با 100 روز شدن گم شدن مدلین، گروه تحقیق و تفحص پلیس اعلام میکنه مدلین ممکنه زنده پیدا نشه و احتمالا مرده یا کشته شده. با این حال در شهریور 1386 پلیس پرتغال پدر و مادر مدلین رو به عنوان مظنونهای اصلی معرفی کرد. البته بعدر از اونها رفع اتهام میشه و فقط به عنوان شاهد ماجرا با پلیس همکاری میکنن. در سالهای بعد و از آبان ماه 1388 تصاویری با کمک کامپیوتر ساخته شد که شکل و شمایل تقریبی مدلین رو نشون میداد. اینها تصاویر 3 سالگی، 6 سالگی و 9 سالگی مدلینن. تصویر 6 سالگی و 9 سالگیش با کمک کامپیوتر طراحی شدن. در اردیبهشت ماه سال 1390، چند سال بعد از ناپدید شدن این دختر بچه، پدر و مادرش کتابی با عنوان مدلین ناپدید شدن دختر ما و ادامه جستجو برای پیدا کردن او منتشر کردن. همزمان نخست وزیر وقت بریتانیا دیوید کامرون از پلیس متروپولیتن میخواد تا به تحقیقات در رابطه با گم شدن مدلین کمک کنه. 2 سال پیش کریستیان بروکنر، یک زندانی 43 ساله آلمانی، به عنوان مظنون مورد بازجویی قرار گرفته بود، اما پلیس حالا اون رو رسما به عنوان مظنون اصلی معرفی کرده. همینطور که میبینین کریستیان در زمان وقوع حادثه در جایی نزدیک به محل گم شدن مدلین اسکان داشته، ولی اون این اتهام رو رد کرد و گفته برای اثبات بیگناهی شاهد داره. از زمان آغاز تحقیقات برای پیدا کردن مدلین چندین کشور درگیر این پرونده بودند و پلیس بریتانیا اعلام کرده تا حالا بیش از 12.5 میلیون پوند برای ادامه تحقیقات هزینه کرده. تحقیقاتی که خیلی ها از جمله پدر و مادر مدلین امیدوارن به پیدا شدن بچه‌شون که الان میتونه یک دختر 18 ساله باشه منجر بشه.